هلو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی اساسات هستم. یه کیس خیلی جذاب، خیلی کیوت، نمکی آوردم با هم دیگه بررسیش کنیم. ایتری تالوس گیم دی اینجاست. خب کیسی که اینجاست یه کیس واقعا جهانجوری، وزنش خیلی کمه. همون که ظاهر دارین، البته اینم بگم که ما نسخه جلو شیشه داریم، نسخه مش هم داره که توریش البته خیلی ریز نیست. همین نسخه شیشه اش هم فکر نکنید که مثلا گرش هوای ضعیفی داره، نه نکنید. اینجا و اینکه خب تهویه خوبی داره، سه تا فن روش نصب ARGB. حالا خود شرکت هم گفته ARGB، بعد باز کنیم بررسیش بکنیم. بالا رادیو 240 جا میشه، جلو 360. دکمه ها و پورتاش هم ببینید. سفیدش رنگ واقعا خوبیه، قشنگ رنگ سفید رو کار نشسته به نظر من. فلز بدنش هم داشتم تست میکردم، فلز نسبتا محکمیه. بخوام مثلا مقایسه کنم، از کیس های فاتر قوی تره جنس بدنش، ولی به مثلا کیس های کولر مستر اکثرش نمیرسه. یه چیزی که مثلا خیلی میزنه تو ذوق من، چون هی دارم پشتش رو نگاه میکنم، این پیچای پلاستیکیشه که یه پیچ فلزیه در از که دورش مدن پلاستیک کشیدن. رو کیسای قدیمی خیلی استفاده میشد، دیگه الان یه ذره منسوخ شده استفادهشون. این پشتش هم ببینید، چون شما همیشه اول از سمت شیشه میبینید. شیشش هم خب یه دودی خاصه، تقریبا ضخامت 4 میله، ارزش که 21 سانت دقیق با شیشه. البته ارتفاع هم که ارتفاع بدون پایه 43 سانت دقیق، ولی عرض این ور 36 سانت. این طرفش خیلی کوچیکه، ولی خب فنار اومده توی محفظه بیرونی بسته که شما گرافیک راحت بتونید جایگذاری کنید. گرافیکای تا 30 سانت هم خود حال شرکت نوشته که جا میشه، ولی فضاش بیشتر از این حرفاست. قیمتش بشه 3300. واقعا خیلی مفته، حتی از شرکت های دیگه. شما حتی کیس RGB هم نمیتونید بگیرید تو این قیمت. چرا؟ مثلا از گرین میتونید G2 بگیرید، ولی خدای G2 گرین رو عکسش بذارید کنار این، یه مقایسه صرفا ظاهر رو بکنید، تو متوجه میشید برنده کیه. یا مثلا توی کیسه مثلا دیپ کول میتونید سی سی 560 تک رنگ بگیرید که اونم باز خب میگم RGB نیست، چه برسه ARGB. کیسه دیگه هم مثلا از همین خود گیم دیاس سی جی 2 الایت داشتیم که اونم باز خب میگم از این به نظر ضعیف‌تر میاد. مثلا از برند گیم اکس مون لایت هم هست که بخوایم با این مقایسه کنیم از لحاظ قیمتی، ولی خب اونم باز FRGB. خب از کجا شروع کنیم؟ درو پیکر رو باز کنیم. این پیچه‌ای که فلزی گذاشتن اینجا خیلی خوبه، یه واشر پلاستیکی هم گذاشتن دورش که به شیشه آسیب نبینه. خب خیلی کار خوبیه، همه باید بکنن. دوستان سازنده گیرین که این کار نمیکنن اشتباه. یه چیزی که خیلی از جلو میزنه تو ذوق آدم رنگ فناشه. ای کاش سفید بود رنگ فناش. شیشهش نسبتاً سبکه چون خیلی کوچیکه. نمای داخلیش هم کامل ببینید. برای مادربورد خب خیلی جا نداره. شما اگه از این مادربوردهای سایز فول داشته باشید، حتی ممکنه این فضاهایی که واسه کیبل منیجمنت گذاشتم بپوشونه. فنای جلوش هم که ببینید، اون پایین تو فضای بیرونی که داشتم توضیح میدادم نمیتونید فنی نصب کنید، ولی خب میگم رادیات 360 رو میتونید جلوش نصب کنید. البته تو این محفظه میره که این پایین یه جای هارد داره، جای هارد داره، از ایناست که در میاد. از این هارد جهار جیداست که من خوشم نمیاد، چون که دوتا هارد میتونید روش نصب کنید. البته با مزاحم، به قول اینایی که پارکینگ کار میکنن، هارداش مزاحم داره. الان این پشتش هم باز میکنم ببینید، ولی خب خیلی راحت از زیر میتونید پیچاشو باز کنید و در بیارید کلن جا هاردو، چون الان دیگه هستش دیدی نمیبنده که. اینم جا هاردی که گفتم، اینم زیر کار. آها پایاش هم، من از این پایای حالا من بهشون میگم کابینتی خیلی خوشم میاد، به جای اون پایه‌های خیلی زمخت که مثلا فضایی که این زیرشون باید هوا بره بیاد، فن پاور میفته اینجا، باید یه فضای خوبی باشه که هوا گردش داشته باشه. از این پایه‌های خیلی قطور میامدن میذاشتن که اصلا دیده نمیشد زیر کیس. من از این پایه خیلی جمع جور خوشم میاد. اینم این پیچایی که گفتم واسه جاهاردیه که خیلی راحت در میاد. خب وضعیت هاب که نداره رو بررسی کنیم. خب من یه لحظه اینجا رو ببینم. از هر فنش یه کابل چارتایی اومده بیرون که البته آره دیگه، این چارتا یکی میشه، یه دونه کابل میره به سمت پاور از فنها و آره این هاشش، یه کابل هم میره سمت هدر ARGB.
بذار ببینم پی دبلیو هم نداره. برای کنترل فنها، سرعت فنهای کیس آپشنی نداریم متاسفانه. خب مهم نیست، خیلی مهم نیست به نظر من واسه فنهای کیس. خب اینم از یکی از بدیهاش دیگه. واقعا به نظر من در کل کیس جذابی میتونه باشه، کیس خیلی سبکیه. گفتم اگه میخواید انتخاب کنید این کیسو، حتما طول کارت گرافیکتون رو مد نظر داشته باشید. بالای 30-31 دیگه جان نمیشه، خیلی کیس جمع جوری انصافا. قابلیت نصب کارت گرافیک عمودی هم نداره و یه بحثی که حالا توی بقیه کیس های ارزون قیمت گیم دیاس هم میشه ببینین، این اسلات های کارت گرافیکه که از ایناست که بعد خم کنی بشکنی مثل قدیمی ها. این بالایش اینطوری نیست، این بالایش مثلا با یه پیچ در میاد و اینکه هر موقع هم خواستی میتونی دوباره جاش بذاری، ولی اینکه اینا از این یه بار مصرف هاست خیلی بده به نظر من. این هم یکی از نقطه ضعفاش که اصلا دیده نمیشه، خیلی ها به چششون نمیاد. در کل اومدن ظاهر رو رعایت کردن به جز این فولی که تو فنا داشتن. ای کاش رنگ فنا رو سفید میکردن. من خودم اگه رنگ فنا سفید داشتم حتما واسه این بنده خدا سفیده رو مینداختم. حالا یکی از فولاشون این بود و اینکه به نظر از لحاظ ظاهر کیس بی نقصی میاد. گفتم بودجرم که گفتم اگه کیس کامل سفید میخواید ببندید که حتما یکی از گزینه‌هاتون باشه، که الان با 3300 اینا واقعا کیس کم گیر میاد کلا، چه برسه ARGB باشه چه برسه سفیدم باشه. گفتم یه نسخه مشیش هم میتونید بخرید، اونم خب اوکیه مثل همین. ما خودم ترجیحمون حقیقت شیشه‌ایه اونا قشنگ‌تره. در کل بخوام خودم نظر شخصیمو به صورت امتیاز بیان کنم درباره ظاهرش، که من 9 از 10 راحت بهش میدم، چون که خود من از اون عاشق کیسای سفیدم، خوشم میاد. و بخوام مثلا اون یه نمره هم گفتم دیگه، به خاطر اکثرا به خاطر اون رنگ فناش کم کردم. در مورد کیفیت بدن شیشه، حالا پلاستیک پایه و نمیدونم کلا فلز بدنه، نمره قبلی رو میگیره، یه تولاش 7.5-8 به نظر من میگیره. درباره این که خیلی کامپتیبل باشه و اینا، نه، چون من کلا با کیسایی که 360 سقفشون جانشه کلا به نظر من کنسلن. و اینکه گفتم خب مادربرد خیلی بزرگم نمیتونید روش نصب کنید، مادربرد اورسایز نمیتونید روش نصب کنید و این فضا کرمنجو پشتش رو میگیره. آها راستی درباره فضا کرمنجو پشتم صحبت نکردیم، یه فضای نسبتا خوبی قرار دادن که بخوام اندازه بگیرم. این پشت بیشتر از 2 سانت و 2 میل اومو گذاشتم براتون که کابلاتون رو پنهان کنید، به نظر من خوبه. از این جابستی هم گذاشتن که بر ما کستنبل میکنیم خیلی راحت بستامون رو بزنیم، مناسبه. آره طراحی فضای پشتش خوبه. آره میگم یه لحظه یه ذره از لحاظ کامپتیبل بودن، چون کیسه خیلی جمع جوریه، خیلی کامپکت جمع جوره، من نمره 6.5 بهش میدم. در کل به نظر خودم کیس خوبی بود، نمیخوام حالا تبلیغ کنم، ولی خب تو گیم دیاسا من پسندیدم این مدلشو. حقیقتش پیشنهاد خودم هم بود، حالا آنباکسینا نکرده بودیم ولی دیدم همچین قابلیتایی داره، همچین کیس کیوتی هم هست، خودم پیشنهاد کرده بودم به مشتری عزیزم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه دیدن این ویدیو. نظری کامنتی انتقادی هر چی هست تو کامنت ها برامون بنویسید، ممنون میشم. بر خریدم میتونید دایرکت پیام بدید، چه اینستا چه واتساپ هم که براتون میذاریم این پایین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.